نظر شما رو میخوام، چه شواهدی الان میتونه باشه که ما متقاعد بشیم که با فیض خداوند، با همت این مردم، خلق ایران، ما شاهد سرنگونی این رژیم خواهیم بود؟ خب شواهدی که در دست خودتون دارید میبینید، اولا که بعد از تقریبا این 43 سال، یه روندی اگه ما بررسی کنیم از اون مبارزات اولیه‌ای که گروه های زیادی در خود ایران مخالف این رژیم بودن از همون سال 57 بله. و از همون آغاز به خاطر مبانی دموکراتیک و انسانگرایانه که داشتن با این سیستم مخالف بودن و مبارزه کردن، که متاسفانه چون اکثریت مذهبی جامعه و دنبال روان کورکورانه دین و مذهب فریب‌های خمینی و دار و دسته اونو خورده بودن، حتی در مقابل اون جریان‌ها، احزاب، سازمان‌ها، سندیکاها، نهادها و شوراهای دموکراتیک، آزادیخواه و انسانگرا ایستادند و متاسفانه به دست بخشی از این مردم ناآگاه مذهبی که عکس آقا رو توی ماه می‌دیدند و با این تئوری‌های دینی خودشون متاسفانه خودشون رو به برده رژیم تبدیل کرده بودند، از بین رفتن و در هم شکست شدند. ولی دیدیم که به اصطلاح همین مبارزات داخل ایران، هرچند با کشتارهای چندین ده هزار انسان خردمند در درون زندانها، کشتار شاید 600-700 هزار ایرانی به بهانه جنگی که خمینی بر علیه صدام را انداخت، و بعد ادامه کشتارهای مثل قتل‌های زنجیره‌ای که از آخر دهه 60 تا دهه 70 ادامه پیدا کرد، ولی به هر حال از همون سال 1373-74 جنبش‌های خیابانی، مبارزات میدانی در شهرها و محله‌های مثل محله افسریه برای آب، کارخانه قند ورامین به خاطر حقوق کارگرها و بسیاری از شهرهای دیگر مثل مشهد برای حق و حقوق مردم حاشیه نشینش، قزوین که میخواستن تبدیل به استان بشن، شروع شد و کشتار و درگیری و ضدیت با رژیم دامن گستر شد. و چون رژیم از همون آغاز هم تروریستی بود و در خارج از کشور هم اقدامات تروریستی کرد، بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌های هم که خارج از ایران با این حکومت همکاری کرده بودند تا روی کار بیارنش، یواش یواش در مقابلش موضع‌گیری کردند. سال به اصطلاح 76 اینا مجبور شدن یک خیمه شب‌بازی درست کنند و مثلا جریانی به نام استمرار طلبان یا اصلاح طلبان رو بیارن رو کار، خاتمی و یارانشو. ولی بلا فاصله دیدیم که تمام اون ماجرا به خیابان‌ها کشیده شد، به اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و جنبش دانشجویی 78 18 تیر فرارویید که بسیاری رو کشتن، زخمی کردن، زندانی کردن، شکنجه دادن. بلافاصله بعد از اون در سال 88 جنبش بزرگ ظاهرا رأی منکو ولی باطنا به مرگ بر دیکتاتور رسید بعد از یکی دو روز تظاهرات ها گذشت. و پس از اون میبینیم که صاحب زمانی نگذشت، سال 96 گسترش به 130 شهر پیدا کرد مبارزات، اعتصاب و اعتراضات بر علیه رژیم با شعار مشخص سرنگونی و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای. به دو سال نرسید که دوباره در سال 98 ما میبینیم همین اتفاق بزرگ در جنبش آبان خونین بر علیه گرانی ها، بر علیه آغازش قیمت بنزین و نفت، ولی بعد دیدیم که باز هم به شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای رسید و همچنین سراسری شد و ادامه، هرچند که رژیم آبروی خودش رو میذاره در هر کدوم از این سرکوب ها، با ریزش های زیادی از خودش هم روبرو شد. و میبینیم که دیگه از سال 97 و 96 و 98 و 99 همینطور جنبش ها در خوزستان، در اصفهان، کشاورزان، مردم برای آب، کارگرها برای حقوقشون، بازنشست ها برای افزایش حقوق و قوانینی که حتی خود رژیم داره رعایت نمیکنه برای بهبود شرایط کار و زندگی، معلم ها که دیگه به میدان مرتب آمدن هفتگی، روزانه، ماهانه، و رسید به این جریان که قطع نشد. یعنی عملا از سال 96 تا الان ما دائما با جنبش های مبارزاتی روبرویم که هی از بدنه رژیم کم میکنه و به صف مخالفین و مبارزین اضافه میکنه، که خوشبختانه این جنبشی که این بار توسط به اصطلاح مردم ایران، جوانان،
احزاب کردی، احزاب بلوچ، احزاب خوزستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، تهران، اصفهان، مردم به دلیل کشتار بیرحمانه مهسای نازنین، مهسای امینی یا ژینا به توسط رژیم به عنوان قضیه حجاب صورت گرفت و چه بر سر این دختر جوان 22 ساله کرد ما آوردند که نتیجهش این شد که گویا اون آتشفشان خشم و دادخواهی مردم ایران فوران کرد و تا امروز هم به قول شما 27 روز رسیدیم که این قیام ها مبارزات وارد مرحله شده که بسیار اون رو انقلابی میبینن، چون از زمینه یک اعتراض برای خون یک انسان به اعتراض مناطق کردنشین، بلوچنشین، همه ایران، خوزستان، تهران، آذربایجان، تبریز، ارومیه، مشهد، کرمان، همه جاش با چابهار، زاهدان، جایی نیست که دیگه ما ببینیم که ساکت هست و هر روز این جنبش با شعار مشخص جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی نمیخوایم نمیخوایم و مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و از اون طرف ژن ژیان آزادی و بنی زن زندگی آزادی رسیدیم که این دو شعار یکی سلبی هست که چی نمیخوایم رژیم اسلامی، حکومت اسلامی نمیخوایم و این طرف چی میخوایم؟ ژن ژیان آزادی، زن و زندگی آزادی که زنها حقوقشون پایمال شده، کشتار شدن، سرکوب شدن، حجاب، قوانین اسلامی که همه ضد زن بوده است، امروز زنان اگر این حقوق براشون زنده شه، حقوق بشر زنده شده. نیم از جامعه به مادران، خواهران، همسران و به نظر من زایندگان جامعه بشری هستند حقوقش رو بگیره، عملا همه جامعه به اندازه 50% بالاتر میاد به لحاظ حقوق دموکراتیک. بعدم زندگی که مردم ایران هیچ ایدئولوژی خاصی اسلام یا مذهب و دین یا نمیخوان، زندگی میخوان کنن، به خصوص دختران دانش آموز، پسران دانش آموز، دانشجویان که در تمام دانشگاه کشور همین امروز در اعتراض و اعتصاب هستند و کارگران هم که از چند روز پیش تقریبا اعتصابشون به خصوص در بخش نفت سراسری شده، از بندر عباس تا خوزستان در تمام پالایشگاه ها، مراکز نفتی، اسکله های پتروشیمی و گاز اصلوی بوشهر همه در اعتصاب و درگیری هستند و رژیم مجبور شده که از جاهای دیگری مثل جزیره هنگام برای ماشین های سرکوب خودش به نوعی بنزین و سوخت و اینها تهیه کنه و عملا 3 روز هم هست که در بسیاری از مراکز نفتی به اصطلاح بنزین و گازوئیل و سوخت و این چیزها بارگیری توسط کارگران نمی شود. ویدیوهای زیادی هم آمد و از مرحله اعتراض ما رسیدیم به مرحله اعتصاب. همراه اونم که ببینید حمایت های جهانی همونطوری که شما گفتید که حمایت های داخلی در بین سلبریتیاری و حکومتی ها و بازیگر ها و ورزشکار ها و مثلا هنرمندان رفت، در سطح جهان هم همینطور شد و بسیار از خوانندگان بزرگ، جنبش های زنان، بازیگران، خانمی مثل اپرا وینفری و بسیاری از دیگر راجر واترز ها و جنبش های بزرگ، گروه های هنری که با اون ترانه برای اون رقص زیبا رو در هلند اجرا میکنن و تقریبا این جنبش اعتراضی به جنبش انقلابی رسیده و با این پشتیبانی جهانی که در بین تمام نخبه ها، فوتبالیست ها، ورزشکار های مختلف کشورهای دیگر علاوه بر تمام ورزشکاران، هنرمندان و خبرنگاران، روزنامه نگاران، برنامه سازان تلویزیونی قرار گرفته، دولت ها را هم تحت فشار قرار داده. میبینیم دولت آلمان، دولت فرانسه، آمریکا، سازمان ملل، نهادهای مختلف پشتیبان این حرکت شدن. همه اینا نوید این رو میده که رژیم تنها تر شده، مردم و انقلاب زنانه، انقلاب دموکراتیک مردم ایران جهانی شده و در داخل هم علارغم این همه سرکوب، کشتار، از بین بردن مردم زاهدان، حمله به خونه های مردم در سنندج، تیراندازی به خونه ها، تیراندازی در 2 روز 3 روزه که الان تبریز و ارومیه اینترنت بسته است از بس که شدت تظاهرات بالاست، در جنوب 3 روزه که اعتصاب شروع شده میبینیم که اینترنت هم بستن، ولی خبر اعتصاب ها، اعتراض ها، پشتیبانی از کارگران داره میاد و ما باید اینو بیشتر اطلاع رسانی کنیم و این همبستگی ملی که همش با شعار زن زندگی آزادی
و مرگ بر جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی نمیخوایم و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای داره پیش میره رو تا مرحله پیروزی و سرنگونی ببریم. درود میفرستم خدمت کش رسول عزیز. کش رسول جان، ما دیشب هم بیرون بودیم، عرضم به خدمتت، امروز هم از ظهر رفتیم تجریش خیابون شریعتی، مردم اومده بودن تو خیابون. واقعا زنده باد، زنده باد به این دخترها، به این خانما. این انقلاب باید به اسم انقلاب زنان یا خانما باید گذاشت. عرضم به خدمتتون، نیروی انتظامی بود ولی تعدادشون خیلی کم بود توی تجریش، توی شریعتی، ولی اینکه وایساده بودن که اینا کاری نداشتن، واقعا کاری نداشتن با مردم، ولی بسیج همون سپاهیان قاطیشون بودن. ببخشید جمله رو میگم، گله اومده بودن تو خیابون، ولی خودشون هم میترسیدن، میزدن شیشه های ماشین و آینه های ماشین رو میشکوندن. ما هم که با ماشین همینجوری بوغ 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 با مردم. عرضم به خدمتتون، اتفاقات خیلی خیلی خوبی داره میفته، خدا رو شکر، خدا رو شکر که نیرو انتظامی داره پاشو میکشه عقب، چون دارم میبینم، دیشب هم دیدم، امروز هم با چشمای خودم دیدم، وایستده بودم بغل مردم داشتن شما میگن هیچ کاری عکس العملی نشون نمیدادن نیرو انتظامی، ولی اینکه بسیجی ها اومدن، اونا هم با ترس و با به خاطر ترس جون خودشون ماشینا رو میزدن، مردم سمت مردم با این ساچمه ای ها با اونا شلیک میکردن. ولی اینکه کش دستور حقیقتیه که من دارم اینجا میبینم، خیلی زودتر از اون آزادی کشور ایران، چون تحلیلگرها میگن مثلا 2 ماه آخر سال، ولی اینکه حقیقتا حضور خداوند اون عیسی مسیح با این مردم و فرشتگان عظیم خداوند اون عیسی مسیح با این مردم و خدا داره با تمام قوت و با محبت داره سرزمینمون رو آزاد میکنه و ایرانیان رو از اسارت نظام جمهوری اسلامی داره آزاد میکنه. دوستتون دارم کشی رسول جان، در پناه خدا.